فروزان هستم، خوش اومدین به کانال من. همه جور پرنده و حیوانی هم هست. خدای من آخه گناه دارن. اینم یه سیستم گرمایشی دیگه، اگر مثلا خیلی دیگه هوا سرد بشه. نمیدونم اینا اصله، امیدوارم که مصنوعی باشه. اینم آشپزخونش، همه چی داره، یخچالش، گاز، قهوه ساز و اینجا هم که برای غذاخوریه. و میبینی چقدر منظم قشنگ دوتا ملافه گذاشتن. اینو ببینید. اینم سیستم گرمایشی پذیرایی. اینجا پله میخوره میره سمت بالا که اتاق خواب، حالت اتاق خواب مانند داره برای بچه ها. بریم بالا رو هم ببینیم، بیایم پایین. هم دستشویی رو بهتون نشون بدم اگر بچه داشته باشین. بالاش خیلی قشنگه، ببینیم قشنگ برای چهار تا تخت داره. اینجا هم برای بازی بچه هاست. ویو رو با هم دیگه ببینیم. سمت چپ و روبرومون خیلی کمپ کردن. همینطور یه دونه کلبه چوبی شبیه کلبه چوبی خودمون روبرومون هست و این قسمت هم یه دریاچه کوچیک خیلی قشنگ هست. همون دستشویش هم خیلی قشنگه. دستشویش هم نه، حمامش یه کمی ترسناکه. دقیقا باید همینجوری یه نفره وایسین تو. خیلی مجهز و کامله و اینکه خیلی خوشحالم که اینجا رو اجاره کردم. همه چی خودم آوردم. میبینید هر خوراکی در اصل باید همه چی بیارین. اینجا هیچی نبود، یعنی جز یه دونه فقط دستمال توالت و یه دونه اسکاج و کبریت. بقیه چیزا رو همه رو خودم آوردم. ظرفشویی، اسکاچ با خودم از خونه آوردم. دیگه اینا هم که بساط خوراکیه برای این چند شب. همه رو من از خونه آوردم که دیگه وقت برای خرید نذاریم. یخچالم کامل پر کردم. میوه، سبزیجات و اسپری الکلم هم که همه جا هست. این دوتا صندلی رو ببینید چقدر قشنگه. روش میتونیم بشینیم. حالا بارون میاد اینجا. ملافه های خوشگل رو ببینیم، روکش های خوشگل رو میکشیم رومون. یه کمی از وسیله ها رو توی اتاق چیدم. ملافه و روبالشتی و اینا همه چی بود، ولی خب من خودم پتو و روتختی و روبالشتی و بالشت از خونه آورده بودم. کنار تختمون ببینید چقدر قشنگه، مثل صندوق میوه میمونه. واسه ثانیه به ثانیه هی یه چیزی پیدا میکنم، اینجا سورپرایز میشم. این آینه رو شما ببینید، خیلی گوگولیه. این نردبونه، من خیلی چوب دوست دارم، مثلا خیلی کلن هیجان زدم، یعنی ثانیه یه بار دارم جیغ میزنم، یه چیز جدید میبینم و جیغ میزنم. اینو ببینید، صندوقچه مامان بزرگا. وای اینو ببینید، چوب لباسیشو. اینم الان دیدم قشنگه. اینم یه پرنده دیگه که اینجا خوش کردن گذاشتن. خب من خیلی ناراحتم از این بابت که این پرنده ها رو، این حیوان های خوش شده رو اینجا دیدم، ولی دیگه خب واقعا من نمیدونستم. ولی همینطور این پوسته که روی زمینه، حالا من نمیدونم شما به من بگید این پوست گاوه یا پوست خرس. یه دونه موردش یه کوچولو مثلا ناراحت میشم وقتی نگاهشون میکنم که این بیچاره رو خوش کردن. پرنده به این خوشگلی، اینو ببینی. فقط این یه مورد میتونم بگم که خیلی برام ناخوشایند بود یه کوچولو، ولی در کل فوق العاده بود. جاتون خالی. ببینید من با خودم آش آوردم. آش درست کرده بودم، گذاشته بودم تو فریزر، گذاشتم داغ شه تو این هوا. بریم بشینیم بیرون بخوریم. جا...
یکم نم نم بارون می اومد دیگه، نشستیم تو آش رو خوردیم. جاتون سبز. اومدیم دور خونه یکمی بگردیم. اونجا مثلا یه محیط گرم درست کردن، مردم میتونن هر کی حالا کمپینگ کردن، کسایی که کمپینگ کردن، کسایی که تو خونه هم بیان بشنن اینجا آتیش درست کنن. اینم که خونه ماه. مغازه. چه محیط قشنگی دارم. شما دیدیم صدای آهنگ میاد و آدم رو نمیدونم بزن برست اینه، داریم بودو بودو سر آهنگ رو گرفتیم داریم میریم برسیم بهش. حالا نمیدونم صدا کلی آدمه، نمیدونم صدا آدم ها از تو آهنگه آدم واقعیه. بله گویا اونجاست. آه برو. خب گویا آدم هم او بله خوب اومدیم اینجاست پر آدمه. میریم برخص برو. کلی بلال هست، سمت درنت پر از زمینای بلاله. کم کم داره شب میشه، برمیگردیم سمت کلبه که آتیش درست کنیم. اینم از آتیشی که ما درست کردیم، با اینکه منقلمون خیلی کوچیک و دو نفر است ولی آتیش خوبی گرفت و قشنگ کارمون رو راه میندازه. این قسمتی که زیر کلبه چوب هست اجازه نیست آتیش درست بکنیم، بخاطر همین ما روی چمن آتیش رو درست کردیم و اینجا زیرانداز و وسایلامون رو گذاشتیم که اگه بارون اومد تر امان باشه. رفتیم برای دور دوم. بلال بلاله شی بلاله. اینجا رو ببینید آتیش درست کردن، همه نشستن دورش. چه قشنگه. کسایی هم که حالا اینجا خونه اجاره کردن یا کمپ. همه کیف این سفرهای کمپی و جنگلی به همین آتیش درست کردن و دور همیای شبونه شه. من مشغول آماده کردن صبحونه بودم، گفتم یه فیلم از بیرون براتون بگیرم که ویو رو ببینید و اینکه بیایم بشینیم بعدش اینجا صبحونمون رو بخوریم. همینجا روبروی کلبه پشت همین درخت های مزرعه خیلی خوشگله که داریم میریم. این منظره زیبا از درخچه های کوتاه بنفش رنگ رو که توی تصویر میبینیم معروف به هاید فلدن هست و یا مزرعه هی که فصلش این موقع از ساله و توی استان درنته خیلی زیاد دیده میشه. ما داریم میریم سمت دریاچه بلاو میر که معروف به دریاچه آبی هست، همینجا که عکسش رو براتون گذاشتم.
و تقریبا 20 کیلومتر با روستای وستربورگ، همین روستا و جنگلی که ما توش بودیم، فاصله داره و اینکه یه مسیر 10 کیلومتری رو همینجوری آب کنار جاده بود. بله رسیدیم. میبینید که چقدر قشنگه، به نظر خیلی بزرگ میاد و میبینید که دور تا دور دریاچه رو درخت‌های بلند گرفته و الان خب هوا یکم ابریه و ما دریاچه رو سبز میبینیم، آبی نمیبینیم. نظر میاد خیلی هم عمیق باشه چون که این محافظ شنا کردن رو خیلی نزدیک به ساحل گذاشتن. چه آب گرمی داره. خیلی دوست دارم. بهش نمیادم قلبش گرم باشه. اوه چه جدی. برادر میاد خیلی هم عمیق باشه. یادتون نره کانال من رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. پل بلند شد که رچ قایم. اینه، این خونه ماه.